سلام سلام به تمام خانمای عزیز، آقایان عزیز از هر جای دنیا که دارید ما رو نگاه میکنید. انشالله که لبتون خندون باشه، تنتون شاد باشه، تنتون سالم باشه، مثل من کووید کرونا نگرفته باشی و در کنار خانوادتون خوشحال باشید. ممنونم که بازم ما رو مهمون خودتون کردید. ما گروه های مختلف میایم و در مورد این موقعیت اینترنتی بسیار پربرکت براتون توضیح میدیم و سعی میکنیم تو هر جلسه یک موضوعی که بعد سوال در موردش خیلی شده براتون مطرح کنیم. امروز ما 6 نفر اینجا هستیم که هر کدوممون خودمون رو به شما معرفی کنیم، بگیم کی هستیم و چه کاره ایم و چطور شد که تصمیم گرفتیم که این موقعیت اینترنتی رو قسمتی از زندگیمون بکنیم. من از خودم شروع میکنم با اجازه همگی. من سمانه هستم، در آنتریوی کانادا دارم زندگی میکنم، از بک‌گراندم من کارشناس تغذیه بودم در ایران، دو تا شغل داشتم، الان 24 ساله که تو کانادا هستم، ازدواج کردم اومدم اینجا و زندگیمو اینجا شروع کردم، دو تا بچه پشتم آوردم، الان دو تا دانشجو دارم، هم اینجا نداشتم. بنابراین درد شما عزیزانی که اینجا تنها هستین بسیار زیاد درک میکنم. اصلا دوران سخت آسونی نبود، به خصوص اینکه اون زمان اینترنت هم نبود. بعد از اینکه من بعد از دو تا بچه خواستم برم خودم رو آپگرید کنم، کالج آف دایتیشن هم قبول شدم، ولی بعد دیدم که دو تا بچه رو باید بذارم برای چایلد کیر و در اون زمان چون این موقعیت اینترنتی بسیار پربرکت وجود نداشت، به فکر من اون موقع رسید که حداقل یک کاری توی مدرسه پیدا کنم که بتونم که زمان بیشتری رو با بچهای خودم بگذرونم. بعد اون زمان رفتم دیگه بوسیدم، گذاشتم کنار تغذیه‌ام و کاملا رشتم اونو. شما همه کار رو برای خانواده و برای بچه‌هامو می‌کنیم. رفتم دوباره خودم آپگرید کردم و رفتم دو تا درس مختلف رو خوندم. الان در حال حاضر من کارمند رسمی آموزش پرورش هستم، با بچه‌های استثنایی در دبیرستان کار می‌کنم. بسیار هم کارم رو دوست دارم، کار بسیار خوبیه، یعنی واقعا به من احساس خوبی میده چون من عاشق کمک کردنم و عاشق درس دادن و آموزش دادنم و خیلی سخته. من خیلی صدمه دیدم، خیلی صدمه دیدم. بچه ها دست خودشون نیست، به خصوص که دبیرستانی هستن. من کانکاشن گرفتم و نمیدونم کسایی که معلم هایی که اونجا اینجا هستید و دارید ما رو نگاه میکنید، ما به خودمون میگیم که we are overworked and underpaid. ما هر سال برای 1% افزایش حقوق باید تهدید کنیم که میخوایم بریم استرایک. امسال هم کردیم که اعتصاب میخوایم بکنیم توی ژانویه برای 1%. با توجه به اینکه الان اینفلیشن ریت مینیمم 4-5% همه جا. یعنی ما هر سال داریم فقیرتر و فقیرتر میشیم. و من این برام خیلی مهم بود. ما همه انسان‌های برجسته کشورهای خودمون هستیم، نیومدیم اینجا که بخوایم بخور و نمیر زندگی کنیم. همه به من میگن بابا تو که کار دولتیه، شوهرت مهندسه، دیگه مشکل تو چی بود؟ ما هیچ وقت دوست نداشتیم که تمام تخم مرغامون رو بذاریم توی بسکت، به خصوص این که من دیدم تا چه مدت میتونم صدمه بخورم. میدیدم دوستام همینطور پشتم صدمه میخوردن، میرفتن خونه. بعد دقیقا ما مثل یک نامبریم، به قول ما رو قشنگ جایگزینمون میکنن بدون اینکه بدونن که ما چقدر دوست داریم و چی کار کردیم. کارمندی یه شماره رفتی خونه تموم شد. به خاطر همین بود که این دلیل اصلی من بود که دنبال یک راه دوم بودم و خیلی گشتم. از این کار اینترنتی هم میترسیدم مثل خیلی از شماها، ولی این موقعیت اینترنتی برای من خیلی خوب بود، هم روحیه‌مو خوب کرد چون دوستایی به این خوب پیدا کردم، چیزی رو که نداشتم. من خیلی تنها، شما هم لابد خیلی آتون تنهایی، یه تیم بسیار خوب و یک کار آینده دار پیدا کردم و این دلیل اصلی من برای ورود به این موقعیت اینترنتی بود. دیگه وقتتون رو نمیگیرم، میریم خدمت آقای حمیدرضا. عرض ادب و احترام دارم خدمت کلیه عزیزان در سرتاسر گیتی پهناور که این برنامه ما رو یا به صورت لایف میبینن یا بازپخش میبینن. همچنین عرض ادب دارم خدمت کلیه همکاران عزیزم در استودیو. من حمید رضا مطیفر هستم، ساکن کالیفرنیای امریکا و حدود تقریبا 14 سال پیش همراه با همسرم و یگان فرزندم به امریکا مهاجرت کردم. در ایران شغل شریف معلمی رو داشتم، عضو هیئت علمی دانشگاه بودم،
و اینجا هم که اومدم خب به هر حال باید مدارک آپدیت میشد، آپدیتشون کردم و همچنان معلم هستم در مواد مختلف تحصیلی. خدمتتون عرض کنم که کتاب های زیادی در این زمینه نوشتم، خیلی از کتاب ها هم در مارکت های مختلف من جمله مارکت آمازون هم موجود هستش. خدمتتون عرض کنم که خب میدونید کار معلمی کار بسیار بسیار جالبیه و خیلی شاید با روحیه من سازگاره، شاید هم حدود تقریبا 28 سال من یک معلم هستم و این واقعا باعث افتخار من، از سر تا سر دنیا هم دانشجو دارم. اما از زمانی که حتی تو ایران بودم به فکر این بودم که باید یه شغل جانبی دیگه رو داشته باشم، یه پلن بی داشته باشم. من تا کی میتونم سر و کله بزنم با بچه ها؟ ببینید این کالج کیت ها، نمیدونم حالا شما باشون کار کردید یا نه، ماشاءالله اینقدر پر انرژی هستن و اینقدر از آدم انرژی میگیرن که گاهن واقعا فکر میکنم که یکم توانم کم شده و دیگه خیلی مثل قدیم اون حوصله قدیم رو ندارم. حتی وقتی که وارد امریکا شدم به فکر خب پلن بی بودم، کارهای مختلفی رو هم تجربه کردم. مثلا اینکه از کارهایی که تجربه کردم، یه تریدینگ اسکول من رفتم 9 ماه هم اونجا دوره دیدم تو بازارهای استاک مارکت، S&P 500 و نزدک کارم کردم، خوب بود. اما اینقدر این بازار ریسکی بود، اینقدر ریسکیه، یعنی هنوزم همینطوریه، یعنی خیلی خطرناکه، یعنی شما واقعا احتمال داره کل سرمایه‌تون رو یهو از دست بدید. خب این دیدم که خب خیلی با روحیه من در حقیقت سازگار نیست و خیلی هم شارپه و خیلی خطرهای زیادی رو هم تهدید میکنه. رو همین حساب خب خیلی تحقیق و تفحص کردم، خیلی گشتم، موقعیت‌های اینترنتی زیادی رو دیدم، حتی سیستمایی مثل آمازون و از این طور چیزا رو حتی دنبالش رفتم. اما وقتی که تحقیق کردم دیدم نه، اینم اون چیزی نیست که من میخوام. تا الحمدلله ما با این موقعیت اینترنتی آشنا شدم و تونستم وارد بشم و واقعا خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم که این موقعیت اینترنتی رو آغاز کردم. موقعیت اینترنتی برای من خیلی خیلی ارزشمنده به چندین دلیل. اولا اینکه خب یه درآمد خیلی خیلی خوبی رو داره برای من ایجاد میکنه، حتی به مراتب از تدریس من هم بیشتر. خب این یه نکته خیلی خیلی مهمیه. من اگه قرار بشه بخوام برم تدریس میکنم، مثلا این تومان در بیارم یا این دلار در بیارم، اینجا دارم به مراتب دارم بیشتر در میارم. خب چه کاریه، من این کار رو ادامه میدم. و دوم این که آزادی عمل، چقدر این نکته مهمی برای من بوده و هست و خواهد بود. من میتونم به علایق خودم برسم، خانواده رو بیشتر تیکر کنم، باشون بیشتر وقت بگذرونم و چون واقعا با 1-2 ساعت در طی روز کار کردن جواب میده. و نکته خیلی خیلی مهمی هم که باز برای من خیلی حائز اهمیت بود و هایلایت شده بود این بودش که پلن بازنشستگی خیلی خوب، یعنی من بعد از بین 3-5 سال تو اینجا بازنشست میشم. دوستان عزیزی که معلم هستن یا اصلا کلن تو امریکا زندگی میکنن میدونن واقعا بازنشستگی و یه داستانیه که شما هر چقدر هم درآمد داشته باشید واقعا خیلی نمیتونید پول بسازید دوران بازنشستگی تو، یعنی خیلی به شما حقوق نمیدن. و این یه نکته خیلی خیلی مهمیه که شما یه پلن بی داشته باشید، یه بازنشستگی خیلی خوبی هم از اون پلن بی تون داشته باشید و یک بازنشستگی زود هنگام بین 3-5 سال. خب این یکی از وایهای خیلی خیلی قوی بودش که من وارد این بیزینس شدم و خیلی هم ارزشمنده و واقعا هم به تمام دوستان این رو ریکامند میکنم. خیلی سپاسگزارم که امروز در خدمتتون بودم. ممنون از صحبت‌های مفیدتون. مونا جون شما بفرمایید. جونم سلام میکنم به شما همکاران عزیز، کسایی که دارن لایو رو میبینن، همچنین کسایی که بعداً لایو ضبط شده رو میبینن. من مونا هستم، از سال 2016 اومدم آمریکا، ازدواج کردم اومدم آمریکا. بعد کار همسرم یه کار پروژه‌ای بود،
یعنی یه جوری که مثلا ما یک سال بین 6 ماه تا یه سال، یه سال و نیم یه شهر یا یه ایالت یا حتی یه کشور دیگه بودیم و بعد موو میکردیم میرفتیم یه جای دیگه. و من تا میمدم خودم رو با اون محیط وفق بدم، دوستای جدیدی پیدا کنم، مجبور میشدم دوباره باشون خدافزی کنم و برم یه جای دیگه. بعدم به خاطر کار همسرم هم نمیتونستم خودم کار کنم، در حالی که من خب ایران حسابداری خونده بودم، از نظر ورزشی هم ناجی مربی شنا و هر دوتا کار رو میتونستم انجام بدم، ولی به خاطر کار همسرم نمیتونستم اینجا این کار رو انجام بدم. این شد که تو فکر یه کار بیزینسی و یه کار آنلاین افتادم. تنها راهی بود که میتونستم هم کار کنم، هم دوستایی که پیدا می کردم، دوستایی آنلاین و همکارایی رو که پیدا می کردم، وقتی که ما جا به جا می شدیم، نقل مکان می کردیم، اون دوستای من با من می اومدن و این خیلی حس خوبی رو به من می داد. به خاطر همین دنبال یه کار آنلاینی بودم که تیم ورک باشه، نه این که بخواد رقابتی باشه، که میگم هم همکارام دوستان باشن که با من همه جا بیان و حداقل اونا رو داشته باشم. یه مقداری حس تنهایی رو خیلی کمک میکرد که کمتر بشه. بعد یه دلیل دیگه این بود که من خب همسرم چون کارش پروژه‌ایه، وقتی بین دوتا پروژه بود اونقدری که باید درآمد نداشت و من مجبور بودم کمکش کنم و همین باعث میشد که از این نظرم بتونم کمک خانواده و همسرم باشم و همین باعث شد که بیام. به اضافه این که من کلن با تکنولوژی و اینا یه مقداری خیلی عجین نبودم، خیلی سختم بود، بیشتر یه آدم تاچی هستم، ولی دیگه وقتی اومدم تو این بیزنس، وقتی فهمیدم که تمام آموزشاش گام به گام فارسی زبان هست و همراه با ویدیوه، دیگه دیدم که خب دقیقا اون چیزیه که من میخوام و دنبالش هستم و این بود که باعث شد که من بیام وارد این بیزنس بشم و این واقعا یه تصمیمیه که خیلی خوشحالم بابت تصمیمی که گرفتم و I've never regret about it. مرسی مونا جون، چقدر جالبه. ببینید ما هر کدوممون یه داستان مختلفی داریم و هممون اومدیم و به همدیگه اتصال پیدا کردیم و یه هدف رو داریم دنبال میکنیم. حالا بشنویم از ساناز جون. سلام سلام دوستان عزیز، من ساناز هستم از آمریکا، دالاس تگزاس. مدت نزدیک داره به 20 سال میشه که از کشور خارج شدیم و اینجا زندگی میکنم. قبلا در کشور آستین، یعنی در شهر آستین بودیم و بعد به دالاس موو کردیم. من نزدیک 15 سال هستش که دارم آرایشگری میکنم. خب هر کدوم ما وقتی وارد از یک کشور به کشور دیگه نقل مکان میکنیم، اولش مطمئنن با یه کارهای کوچیکی شروع میکنیم که میشه همون فست فود، که من این تجربه رو داشتم و میگم و آرام هم نمیشه. در تاکو بل کار کردم و اینکه ممکنه هممون هم از خانواده هایی باشیم که سطح زندگیمون خیلی بالا بوده، اومدیم از صفر شروع کردیم، بازم با افتخار میگم تو فست فود شروع کردم و بعد دوره آرایشگری رو گذروندم و اینجا کار کردم و الانم مادر دو فرزند هستم، یه دختر 18 ساله دارم، یه پسر 4 سال و نیمه دارم. حالا میخوام در مورد این شرایط کارم بهتون بگم. آرایشگر رو واقعا آرایشگر به سختی، یعنی کارمون هنر زیبایی، وقتی یه کاری میکنیم که دیگران نتیجه کارمون میبینن خیلی خوشحال میشن، اینم بخش خیلی قشنگیشه. ولی اگه قرار هفته 40 ساعت کار کنی، از ساعت 9 صبح تا ساعت 9 شب بعضی وقت خدا شاهده من کار میکردم و یه خاطری هست که همیشه یادم میاد، مخصوصا زمانی که ما به عنوان یه مادر وقتی بچه دار میشیم، حامله میشیم، 9 ماه یه فرزند رو در شکم خودمون داریم و روی پا واستادی و داری کار میکنی، اون لحظاتی بود که به خودم گفتم خدایا چقدر سخته، چرا باید اینقدر رو پاواستم، با این شکم، با این شرایط کار بکنم. و وقتی هم که بچه به دنیا میاد فقط 2 ماه الی 3 ماه نهایتش مترنتی لیو داری و نمیتونی با فرزندت اون لحظات رو داشته باشی، این هم که از شرایط سختی بود که من گذروندم. و اتفاق بدتری هم که افتاد
زمانی که شما داری مترنتی هستی و میخوای بچه تو تست کنی و نزدیک بچه نیستی که برست فیدش بکنی، اون قابلیت رو نداری، اون توانایی نداری که سر کار بتونی همه جوره برای بچه اون چیز رو فراهم بکنی. خیلی لحظات سختی بود برای من، خدا شاهده. و اینکه یادمه که اوایل کرونا بود و پسر من 6-7 ماه شده بود و وقتی کرونا شد و گفتن همه جا بسته است، نمیدونم چرا من خیلی خوشحال شده بودم که باید تو خونه بمونم ولی پسرم باشم و بتونم راحت بچه‌مو شیر بدم و لازم نیست برم مثل چی جون بکنم و بیمه‌مو نگه دارم. یکی از چیزایی که بود که خیلی من بیمه‌مو باید نگه دارم، من بچه‌م دکتر باید بره، من بعد قبل زایمان باید بیمه‌مو نگه دارم که زایمان کنم، اگه بیمه‌مو دست بدم وای چقدر خرج اینجا زیاده. اینا چیزایی بود که من لمس کردم و دقیقا از همون موقع به فکر یه کاری بودم که خدا یه کاری پیدا بشه که من نخوام برم اینقدر بیرون، اینقدر با بچه کوچیک دلخور نداشته باشم، حالا برای بیبی سیتر بگیر، حالا یک غریبه بذار. خیلی شرایط سختی بود، یعنی واقعا هیچ وقت یادم نمیره. حالا نه تنها اون مسائل فیزیکی که برای من ایجاد کرد، گردنم، شولدرم، دستامو عمل کردم 2 سال پیش دیگه، مجبور شدم دستامو عمل بکنم، کانالای دستم درگیر شده بود و عصبای دستم درگیر بود و اصلا نمیتونستم چوتکی رنگو نگه دارم تو دستم و دستم میافتاد و واقعا همه جوره من تحت فشار قرار داد. با اینکه خیلی کار قشنگیه، مردم رو زیبا میکنی، دلشون رو شاد میکنی، بهشون روحیه میدی، ولی در نهایت من چی؟ من چرا؟ یعنی بعضی وقتا بخونم فکر میکردم که اگه من سالم باشم، قوی باشم و علاوه فیزیکی محکم باشم و سالم باشم، میتونم یه کوالیتی لایف برای خودم و خانوادم و بچه هم ایجاد بکنم. و به همین دلیل به این فکر گفتم که دنبال یه بیزینسی بگردم که کمتر زمان کار کنم، کمتر زمانی رو از بدنم استفاده بکنم و بتونم درآمد بیشتری هم داشته باشه. ما آرشگرا خیلی خودمون رو بکشیم، حالا دیگه 100,000 تا چقدر در سال، ولی این بیزینس ممکنه به شما ماهی اینقدر رو پول بده و حتی و حقوق بازنشستگی که داره که میتونی به ارث بذاری برای بچه هات. و این شد که واقعا به این فکر افتادم. من 2 سال پیش تحقیق میکردم در مورد این بیزینس که خودم نمیدیدم اول. به همیست که مناجو میگفت که در دنیای تکنولوژی یه خورده سخت بود براش، من به خاطر شغل آرایشگری باز اوکی بودم با این اینستاگرام اینا برای که تبلیغات انجام میدارم، ولی خدا رو شکر میکنم با این بیزینس آشنا شدم. شد یاد گرفتن درس گام به گام این تکنولوژی پیشرفته که تو 7 تا 8 پلتفرم یاد میگیریم به من کمک کرد بیزینس آرایشگری من تبلیغ کنم و رشد بدم. پس یاد این بیزینس شما رو رشد میده توی بیزینس های دیگه، توی کارهای دیگه، برای پیشرفت های جاهای دیگه، برای کمک به آدم های دیگه. خب این شد که با این بیزینس آشنا شدم و خدا رو شکر میکنم که وارد شدم. اینم در ضمن آخرش میخوام بگم، نه تنها علاوه مالی شما خب رشد میکنی، علاوه شخصیتی، روحی، معنوی و سلامتی هم تو این بیزینس روش میکنی و فکر میکنم هیچ بیزینسی وجود نداره. همین مقایسه کردنش با بیزینس با شغل خودم آرایشگری سلامتی من تحت تاثیر قرار داد، ولی این بیزینس اینجوری نیست. براتون آرزوی بهترینا رو دارم، امیدوارم که اینم انتخاب شما باشه در سال 2024. نفر بعدی صحبت کنی. خیلی ممنون. مرسی ساناز جون، خیلی خیلی عالی بود. روزا جون شما بفرمایید. چشم. سلام دو خدمت دوستان عزیز، مرسی که این لایو ما رو میبینید یا ریپلی این لایو رو بعدا میبینید. مرسی از همکارای عزیز که داستان خودشون انقدر قشنگ توضیح دادن. منم روزا هستم، کانادا زندگی میکنم، مادر 2 فرزند هستم، دخترم دانشجو هستش، پسرم هم مدرسه میره، دبستان هستش. منم بیشتر از 10 سال هستش که کورپوریشن کار میکنم، خدا رو شکر شرکت های خیلی خوب کار میکردم و کار میکنم، ولی این 2-3 سال آخر به این نتیجه رسیدم که واقعا درآمدی که از شرکت کورپوریشن به دست میارم جوابگوی افزایش هزینه ها نیست، مخصوصا که دخترم دانشجو هستش، هزینه بچه ها، هزینه تحصیل خیلی بالا هستش. همه اینا شد که به این فکر بیفتم که یک درآمد دومی برای خودم به وجود بیارم که احتیاج نباشه بخوام برم از خونه بیرون، ولی در این حال فلکسیبیلیتی برای من داشته باشه، زمان آزادی که داشته باشم بهش روش کار کنم و یک اینکامی برای خانواده بیارم.
و همین شد این موقعیت اینترنتی. وقتی به معرفی شد دیدم که دقیقا این چیزی هستش که دنبالش هستم و خدا رو شکر میکنم که اینو شروع کردم. این موقعیت اینترنتی و بلسینگی بوده برای من و هزاران نفر دیگه. من به دوستان همیشه میگم، میگم اگر سال جدید میخواین برای خودتون یک برنامه داشته باشین، دوستان یک تغییر خوب برای زندگیتون داشته باشین، بیاین این موقعیت رو حتما چک کنید. شاید مناسب شما هم باشه، شاید داستان زندگی شما اساسیت میکنه به یکی از داستان های یک کاری ما همکارمون که دارین توضیح میدید. مرسی سمانی جان. مرسی، خیلی ممنون رضا جون از توضیح های مفیدتون. ماندانا جان شما بفرمایید. منم سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز و خدمت دوستان عزیزم. ممنونم، داستان همتون قشنگ بود، واقعا تحت تاثیر آدم قرار میگیره. من هم به مدت 14 سال هست که از ایران مهاجرت کردم به کالیفرنیا. بک‌گراند شغلیم مامایی بود، 7 سال در بیمارستان کار میکردم و وقتی که مهاجرت کردم به کالیفرنیا، مشکلاتی که برای کادر پزشکی هست باید معادل سازی مدرک کنیم و برای من نه اینکه غیر ممکن هست، ممکن هست ولی خب خیلی سخت هست و اینا، و من مجبور شدم که برم یک رشته ای رو بخونم که چون در همون زمان من حامله بودم و نیاز داشتم که یک رشته ای رو بخونم که میزانش مثلا 10 ماه باشه یا 1 سال باشه که بتونم اون کار رو انجام بدم، که رفتم فارمسی تکنیشن رو خوندم و در حین این که خب به هر حال بچه داریم کردیم، همون مشکلاتی که ساناز جان داشت و من هم داشتم، ولی خب در این حال شوهرم بهم کمک میکرد در نگهداری بچه، چون برای اینجا به هر حال آمریکا هست و بیبی سیتر واقعا گرون هست و به خاطر همین دیگه ما به هم کمک کردیم تا رسیدیم. شوهرم گروسری استور داشت، خب به هر حال 14 سال کار کرد و مشکلات زیادی توی گروسری استور براش پیش اومد. باید صبح ها ساعت 4 صبح بلند میشد میرفت پرودیوس مارکت، بعد برمیگشت، مشکلات ایمپلوی داشت. واقعا ما هم مشکلات خیلی زیادی داشتیم توی این مدت و کار زیاد این بیزینس ها که باید به صورت فیزیکی باشه، که ما قبل از پندمیک مجبور شدیم این گروسری رو بفروشیم و به جاش یک رستوران گرفتیم و اون رستوران رو هم گرفتیم به مدت 1 سال. باز اون هم اینقدر هزینه هاش بالاتر از اون چیزی هست که فکرش رو نمی کردیم که اینقدر هزینه داشته باشه، هم حضور فیزیکی لازم داره، هم هزینه های زیاد برای آب، برق، محل جا برای رنتش و هزینه های تکس و هزاران هزار مشکل دیگه که ما مجبور شدیم الان به مدت 1 هفته اون رو ببندیم تا ببینیم بعدن چی میشه، چه اتفاقی میفته واقعا. و من هم به صورت پارت تایم کار میکنم در فارمسی، که فارمسی تکنیشن هستم، که اونم از صبح تا عصر باید برین، هزینه کم، یعنی اون درآمد کم در مقابل اون کاری که شما انجام میدید و کار سختی که دارید و نمیتونید وقت زیادی رو با فرزندتون باشید، با دخترتون باشید. من یه دختر 12 ساله دارم، به هر حال تو این سن بچه ها نیاز داری که بیشتر مادر در کنارشون باشه و من همون موقع به این فکر افتادم که یه کاری رو بگیرم که رئیس خودم باشم، بتونم از هر جایی کار بکنم و به هر حال ما همه ما مهاجر هستیم و سختی های زیادی کشیدیم تا به اینجا رسیدیم و دوست داریم که اگر که یه کاری رو انتخاب میکنیم یه کار قانونی باشه و واردی یه کار قانونی بشیم، نه اینکه یه کاری باشه که غیر قانونی باشه و واردش بشیم و بخوان اون رو از ما بگیرن. به خاطر همین من خیلی برام مهم بود این مسئله که این موقعیت اینترنتی قانونی هست، ما بابت درآمدی که به دست میاریم باید تکسش رو پرداخت کنیم و دیگه به خاطر درآمدزایی و یک هزینه پسنداز ماهانه که بتونیم برای روز مبادا ازش استفاده کنیم
برای وقتی میخوایم مسافرت بریم بدون استرس باشه، بدون با یک آرامش خاطری بتونیم مسافرت کنیم. وقتی آدم پسنداز داره، وقتی آدم واقعا درآمد داره، دیگه زیاد نگران نیست. و دیگه اینکه یک سرمایه گذاری کنم برای دخترم در آینده، که ما چون در این بیزینس یک آیدی نامبر میگیریم و میتونیم این رو انتقال بدیم به فرزندانمون. و این برای من مهمترین پوینت این بیزینس بود. و دوست دارم کسانی که این لایو رو میبینن، اونها هم در این سال جدید واقعا این موقعیت اینترنتی رو چک کنن و اونها هم بیان و این موقعیت رو امتحان کنن و در کنار ما باشن. بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. دوستان عزیز، ما هممون تک کدوممون یه وای داشتیم و این وای، این چرایه که به ما کمک میکنه. چون به هر حال این یه بیزینسه، یعنی منظور یه موقعیت اینترنتیه که کار 9-to-5 نیست. ما میشه مال خودمون و هر راه جدید رو که بخوایم شروع بکنیم پستی و بلندیای داره. و ما وقتی دلیل ورود رو بدونیم، هر وقت به اون پستی ها و به اون مشکلات میرسیم، این وای ما رو حرکت میده که بتونیم ادامه بدیم. و همچنین یک بسیار تیم بسیار خوبی که همدیگر رو حمایت میکنه. حالا چه کار بکنیم؟ همه اینا رو گفتید، چه کار باید بکنیم؟ روزا جون، دوستان باید چه کار بکنن؟ آره، اگر دوست عزیزی این لایو ما رو الان میبینه یا بعداً میبینه، خیلی دوست داره بیاد اطلاعات اولیه رو بگیره، دوست داره ببینه این صحبت درباره چی، موقعیت اینترنتی که میگی درباره چی هستش. من الان استپا رو خیلی به زبان ساده برای دوستان میگم. میتونم دوست عزیزی هم که تو اینستاگرام هستن دارن لایو های ما رو میبینن، این برای اونام اپلیکیبله. اگر دوست دارید اطلاعاتی در مورد این موقعیت اینترنتی بگیرید، استپ اول این هستش که ما به اسم وبسایتمون رو هر جایی که شما دارین این لایو رو میبینید، از هر کدام فیسبوک یا اینستاگرامی، از هر کدام از این همکاران که دارین میبینید، ما وبسایتمون رو میذاریم. شما کلیک کنید اون وبسایت، اسم و ایمیلتون رو بذارید، از اون طریق میشه راه ارتباطی ما و شما. ما برای شما اطلاعات رو میفرستیم، لینک وبینار رایگان رو میفرستیم، وبینار رو میبینید، میبینید حدودا این موقعیت اینترنتی چیه. اگر باز اطلاعات بیشتر خواستین، ما براتون اطلاعات رو به فارسی میفرستیم. اگر دیدید که همون چیزی هستش که شما دنبالش هستین، سال جدید دوست دارین یه کاری از خونه خودتون داشته باشین که فلکسیبیلیتی داشته باشه، یه درآمد خوب براتون بیاره، آرامش خاطری برای خودتون و خانواده‌تون داشته باشه، دوست دارین ادامه بدین، بیاین وارد مرحله آزمایشی 30 روزه بشین، ریسک فری هستش، ما کمکتون راهنماییتون میکنیم، بیاین قدم‌های بعدی رو بردارید. خیلی خوشحال میشیم این راه سبزی رو که ما رفتیم به شما هم نشون بدیم. من خودم شخصا، دوستان عزیزم همینطور، دوست دارن کمک کنن به کسایی که یه روز مثل خودشون بودن، دوست داشتن یه کار جانبی دومی در کنار کار اصلی خودشون داشته باشن. آره، خلاصه مختصر کوتاه این استپاش هست. بسیارم عالی. فقط من یه چیزی میخوام اضافه کنم دوستان عزیز، متاسفانه به دلیل تحریمات از ایران و افغانستان و کشورهای در حال تحریم قابل اجرا نیست از این نظر که خیلی بچه‌ها دوستان عزیز با من تماس میگیرن و واقعا متاسفیم، دعا میکنیم که یه زمانی این تحریمات برداشته بشه و همه عزیزان بتونن از این موقعیت پربرکت استفاده بکنن. از تک تک شما خانم آقایون گل که محبت کردید، اومدید اینجا و دلتون رو باز کردید و در مورد خودتون گفتید تشکر میکنم. و اگه کسی صحبتی دیگه ای نمیخواد اضافه کنه، که ما از دوستان خداحافظی کنیم. همه اوکی؟ دوستای عزیز از هر جای دنیا که دارید ما رو نگاه میکنید، شب و روزشون خوش باشه، شاد باشید و انشاءالله که امسال براتون سال بسیار خوبی باشه. خدا نگهدار. مرسی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.